درود بر شما. با 180 ثانیه جمعه 17 بهمن ماه همراه ما باشید. به گفته یک منبع مطلع، علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی المپیادی که بیش از 300 روز بازداشت را پشت سر گذاشتند، در حال حاضر در بند 209 زندان اوین در وضعیتی بسیار نامناسب از نظر بهداشتی و رفاهی به سر می‌برند. یک عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی با اشاره به کمبود اکسیژن در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر درباره مرگ آبزیان این اکوسیستم‌ها هشدار داد. ابوالفضل صالحی در یک وبینار تخصصی گفت که اگر میزان اکسیژن موجود در آب‌ها از 2 میلی گرم در لیتر کمتر شود، محیط آبی دچار کم اکسیژنی می‌شود و این شرایط استرسی را برای آبزیان ایجاد می کند که در نهایت منجر به مرگ آنها و از بین رفتن اکوسیستم های دریایی خواهد شد. وی عمده دلایل این معضل زیست محیطی را فعالیت های انسانی، مصرف سوخت های فسیلی و ورود فاضلاب‌ها به دریا عنوان کرد. ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، روز گذشته گفت تعداد شهرهای نارنجی کشور 35% رشد داشته، اما تعداد شهرهای آبی 20% کاهش پیدا کرده است. او از افزایش تعداد مراجعان سرپایی و بستری در تهران و تمایل ویروس کرونا به سمت جوانان در پایتخت خبر داد. گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در 6 ماهه اول امسال 319 مورد طلاق برای دختران 10 تا 14 ساله ثبت شده است. مرکز آمار ایران پیش از این اعلام کرده بود که در تابستان 99 در مجموع ازدواج 9058 دختر 10 تا 14 ساله ثبت شده است. وزارت خارجه ایالات متحده امروز جمعه ضمن انتقاد از اظهارات اخیر سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه، ادعای او مبنی بر نقش داشتن آمریکا در کودتای تابستان 2016 ترکیه را به طور کلی نادرست و غیرمسئولانه خواند. بیمارستان امسک روسیه اعلام کرد سرگئی ماکسیمیشین، پزشکی که تابستان گذشته هنگامی که الکسی ناوالنی، مخالف سرشناس پوتین، مسموم شد او را درمان کرد، به طور ناگهانی درگذشته است. پس از لحن شدیدی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته نسبت به مسکو درباره آزادی بدون شرط الکسی ناوالنی بیان کرد، کرملین امروز سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا را بسیار خصمانه توصیف کرد.